درود بر شما همراهان عزیز کانال پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از افشای پشت پرده روابط الناز شاکردوست و ماجرای زندگی شخصی پرجنجالش. در ادامه با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. الناز شاکردوست، بازیگر پرطرفدار و پرکار ایرانی، متولد 7 تیر ماه 1363 در تهرانه. ایشون مدرک لیسانس تئاتر از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران داره و همکنون یکی از موفق‌ترین و پرکارترین بازیگران زن ایرانیه. البته که الناز علاوه بر بازیگری در عکاسی و طراحی صحنه و طراحی لباس هم فعالیت میکنه. در مورد علایقش بهتره بدونیم که اون عشق زیادی به فوتبال داره، اما عشق اولش در زندگی مادرشه. پدر الناز به گفته خودش یک تاجر در زمینه ابزارآلات صنعتیه. مادرش هم خانه داره. اون در همه مصاحبه‌هاش از ابتدای کارش به پولدار بودن و ثروتمند بودن خانواده‌اش اشاره کرده و گفته که هیچ وقت برای پول دنبال بازیگری نرفته. اون از بچگی علاقه بسیار زیادی به موسیقی داشته و پیانو میزده و استعداد خوبی هم در اجرا داشته، به شکلی که اطرافیان و فامیلش همیشه بهش میگفتن تو باید بازیگر بشی. شاید جالب باشه که بدونید یکی از صمیمی‌ترین دوستان الناز شاکردوست خانم گوهر خیراندیشه. با اینکه فاصله سنی زیادی با هم دارن ولی خیلی با هم صمیمین. الناز در مصاحبه‌ای هم گفته بود که من دیپلمم رو در رشته ریاضی فیزیک با معدل 19 دریافت کردم و در کنکور هم تونستم رتبه 11 رو در رشته بازیگری و تئاتر کسب کنم. الناز علاقه زیادی هم به ورزش داره و ساعت‌های زیادی رو مشغول ورزش میشه. اون در رشته‌های مختلف حرفه‌ای مثل شنا، اسکی و فوتسال فعالیت میکنه و یکی از اعضای تیم هنرمندانه. یوگا و تیاریکس رو هم هفته‌ای چند روز انجام میده. اما حالا میخوایم درباره روابطش و نحوه ورودش به سینما بگیم. خودش در همون بدو ورودش به سینما و بازیگر شدنش ویدیویی رو در فضای مجازی منتشر کرد که در کنار شریفی نیا نشسته و درباره حسین فرحبخش صحبت میکنه. حسین فرحبخشی که خیلی از زنان و دختران سینمای ایران درباره کارهای کثیف و پیشنهادات بیشرمانه اون گفتن. به چند نفر هم که تجاوز و دسترازی هایی داشته. و حتی بازیگرانی مثل شهره قمر هم در مورد تجاوزش افشاگری کردن. خیلی ها هم میگن که بدون رابطه جنسی اصلا نمیشه وارد سینمای ایران شد. حالا الناز که ورودش به سینمای ایران رو مدیون شریفی نیا و فرح بخشه. خودش هم میگه که آقای شریفی نیا گفته اگر فرح بخش با آتاشنا بشه دیگه تمومه. که منظورش همون رابطه داشتن و پارتی شدن حسین فرح بخش برای ورودش به سینماه. که البته اطرافیان شریفی نیا هم علت اصلی طلاق شریفی نیا از همسرش آزیتا حاجیان رو همین الناز شاکردوست و رابطه بسیار صمیمانه‌اش با شریفی نیا میدونستن. دیگه شریفی نیا که شهره شهره و همه میدونن که در سینمای ایران چه کارهایی کرده و با چه زنهایی در رابطه بوده. اما الناز شاکردوست دلیل اصلی ورودش به سینما رابطه‌اش با شریفی نیا بوده. اسمم الناز فامیلی شاکردوس، خیلی علاقه دارم به بازیگری. گفتن حاج آقا فرح بخش خیلی کارششون خوبه. آقای شریفی‌نیا هم گفتن که اگه باهاتون آشنایی پیدا کنن دیگه. به خاطر همین اومدم اینجا که این بزرگوارانو ببینم، شاید مددی بشه که در یک فیلمی نقشی داشته باشم. من همیشه فیلمای شما رو تماشا می‌کنم، خودم نه ولی خواهر کوچیکم عاشق شما هستم. حتی شنیده شده که یه مدت هم الناز با پارسا پیروزفر در رابطه بوده که پارسا بعد از اون با لیلا اوتادی وارد رابطه شده. روابطی که بین هنرمندان ایرانی گویا بسیار عادیه. الناز شاکردوست طولانی ترین رابطهش با امیر آقایی بوده که خیلی هم گویا عاشق هم بودن. اما اون به رابطه امیر آقایی با سحر قریشی شک میکنه و باهاش به هم میزنه. یه مدت زیادی هم با سحر قریشی بسیار لج بوده و پشت سرش به همه میگفته که این با دوست پسر من رابطه داشته.
البته که دوستان صمیمی و اطرافیان الناز شاکردوست همگی میدونن که الناز عاشق پسرهای پولدار و خلافکاره و چند تا دوست پسر قاچاقچی و خلافکار داشته. مثلا یه مدتی رو با یه پسری دوست بوده به اسم مصطفی که اون زمان معلوم شد که الناز شاکردوست ازش حامله میشه. وقتی هم که اون آقا اصرار زیادی میکنه که من بچه نمیخوام و بچه رو بنداز، بهش میگه اگر برام یک ماشین ایکس‌3 بخری بچه رو میندازم. اون زمان هم پسره راضی میشه و ماشین رو براش میخره. الناز با اون پسره میرفته تو الهیه برج 110 توی خونه آرش ناتالی که از صاحبان شیرنی فروشی ناتالی بوده. اونجا با هم زندگی میکردن. پسره هم ماشین رو براش میخره و الناز هم بچه رو میندازه، ولی بعدش پسره با نقشه هایی که میکشه ماشین رو از چنگ الناز در میاره. بعد هم که میره با یه دختر پولدار ازدواج میکنه. الناز هم بعدش با پسری به نام حسین تقیان وارد رابطه میشه که میشه گفت نفر اول ساخت و فروش شیشه در ایران بوده که بزرگترین کارتل شیشه داخل ایران رو داشته که با 360 کیلو شیشه گرفتنش و چند نفر بودن و سال 91 اعدامشون کردن که حتی خبرش هم در رسانه ها منفجر شد. دوستان صمیمی و اطرافیان الناز شاکردوست میدونن که الناز یه بچه هم از اون حسین تقیان تولید کننده بزرگ شیشه در ایران داره که در فرشته با پولهایی که از اون آقا گرفته بوده به راحتی زندگی میکنه و اطرافیانش این مسئله رو افشا کرده بودن که حسین تقیان خیلی عاشق الناز شاکردوست بوده و خیلی خرجش میکرده و حتی این احتمال هم وجود داره که الناز بچهش رو خارج از ایران به دنیا آورده باشه. بعد هم که الناز برای اون آقای سردسته خلافکارها کار انجام میداده و میرفته توی حراجای بزرگ تهران و تابلوهای چند میلیاردی رو میخریده که این پول در دهه 80 خیلی خیلی پول زیادی بود و پولهایی رو که اون آقا از راه شیشه به دست آورده بود رو در حقیقت سفید میکنه. بعدش هم که حالا با بچهش زندگی میکنه ولی وجودش رو همه جا انکار میکنه و میگه من مجردم و هیچ وقت هم ازدواج نکردم و بچه‌ای هم ندارم. الناز شاکردوست سال گذشته هم جنجال بسیار زیادی در فضای مجازی به راه انداخت و وارد سالن پخش فیلم شد و با داد و فریاد به مسائل زیادی اعتراض کرد. بعدش هم ویدیوی دیگه‌ای منتشر کرد و در مورد حال و روزش و دلیل ناراحتیش توضیحاتی داد. در این فضایی که پر از تفرقه اندازی و نفرت مراکمیه عزیزم اجازه در این فضایی که پر از تفرقه اندازی و نفرت مراکمیه البته هستن آدمای اندک دلسوزی مسئولی مثل اسم بزن ببرم از خانوم یک زن شجاع و قوی خانوم نازنین پیرکاری که ازتون میخوام خواهش کنم تمام این سنگ هایی که به سمتتون پرت شده ازش بیان یه سنگر بسازیم. چرا مثل این که ما در یک جشنواره به سر نمیبریم، در یک جنگ فرهنگی به سر میبریم. من امروز احساس میکنم نه به خاطر خودم، الان این چندمی ساختن این جشن در این دوران هست یا نه موضوع من نیست. موضوع من سینماست. سینما در حال نابودیه، مثل آب کشورمون که داره خشک میشه، مثل منابع طبیعیمون، مثل این هوایی که تنفس میکنیم مسموم داره میشه. سینمای مستقل دیگه وجود خارجی نداره و فرهنگ و هنر ما در حال انحطاط و فراموشیه. ما در دوره هستیم که دریافت مجوز ساخت فیلم اجتماعی در گروه حضور اجباری در جشنواره فجر. مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از جدیدترین ویدیوهای ما زودتر با خبر بشید.